خب دوستان عزیز، همراهان همیشگی، دم شما گرم. یک بار دیگه خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگه از مستند نانخون رقص، مستندی که در حال ساخت هست و حکایت دارد از کوچ اجباری، حال و روز کسانی که به ناچار تمام زندگیشون رو در یک کوله پشتی ریختن و رفتن. من عضو کوچکی از این خانواده بزرگ مهاجرت هستم، من عضو کوچکی از این درد هستم، از این درد کوچه اجباری. من به عنوان یک عضو کوچک از این درد کوچه اجباری تصمیم گرفتم یک مستندی بسازم به نام نان خون رقص. و اینکه چرا نان خون رقص، همه رو اجازه بدید که در اون مستند وقتی که پخش میشه شما همه رو خواهید دید. من دو قسمت رو تلویحاً، نه با جزئیات کامل، تلویحاً دو قسمت رو به صورت نوشتاری نوشتم و در هایلایت های استوری بنده هست. سه قسمت رو هم به این صورت لایو گفتم و در کانال یوتیوبی بنده ذخیره شده. این قسمت میشه پنج قسمت، این قسمت ششم هست. اگر یادتون باشه در قسمت پنجم قرار بود که قاچاقچی، قاچاقبر ما، اون کسی که در واقع از ما پول گرفت و ما رو قرار شد به مقصد برسونه، غروب قرار شد به همراه آرش یک ماشین بیاد دنبال ما و ما رو ببره به شهر مرزی ادیرنه. ادیرنه یک شهر مرزی هست بین ترکیه و یونان. خب من تو نقشه نگاه کردم، دیدم، فکر میکردم که شهر او و میریم حالا اونجا و از اونجا هم میریم یونان. اما دوستان به این راحتی نبود. غروب شد، هوا تاریک شد، طبق قرارمون باید هوا تاریک می شد. ما سوار ماشین می شدیم. ما سه نفر بودیم تو اون خونه. یک ماشینی اومد شبیه پراید وانت، شبیه پراید وانت مسقف، یعنی سقف دار، اما گلف بود. گلف وانت مسقف، توی ترکیه بهش میگن دوبله. به اون ماشینا تو ترکیه میگن دوبله. آرش در خونه رو باز کرد، ما رفتیم پایین، گفت ساکتون رو بندازین تو ماشین، خودتون هم برید بشینید. ساکامون رو انداختیم تو ماشین. من اول یه نگاه به راننده کردم، راننده ترک بود. صدای موزیک توی ماشین خیلی زیاد بود، با صدای زیاد داشت موزیک گوش میداد راننده. من یه نگاه به راننده کردم، سوار ماشین شدم. اون دو نفرم سوار ماشین شدن، آرش جلو نشست کنار دست راننده. از این وانت های مسقفی بود که شیشه نداشت. رفتیم نشستیم تو، صندلی هم نداشت، جای نشستن نداشت. من فکر کردم که ما سه نفریم و چقدر جا بود برای سه نفر. ماشین رفت تو خیابونای پرترافیک استانبول، شب، هوای سرد. رفتیم این خیابون، اون خیابون، این خیابون، اون خیابون، جلوی یه خونه دیگه نگه داشت. آرش گفت ساکتون رو بردارید بچپین تای ماشین. گفتم چرا؟ گفت چند نفر دیگه قراره بیان. ساکامونو برداشتیم، من یک کوله داشتم دیگه، برداشتیم رفتیم چپیدیم تای ماشین. من نشستم رو کوله خودم، اون دو نفرم همینطور. در دوبله باز شد، این ماشینی که بهتون میگم اسمش دوبله بود. در دوبله باز شد، این ماشینی که دوبله بود اسمش. 11 نفر دیگه اومدن با ما، 3 نفر شدیم 14 نفر. 11 نفر دیگه اومدن توی
ماشین کوچیکی که اندازه پشتش اندازه یه پراید وانت جا داشت و مسقف بود، سقفش کوتاه و چپیدیم به هم دیگه. این 11 نفر از ملیت‌های مختلف بودن. سومالیایی توش بود، سودانی بود، سوری بود، افغانستانی بود، پاکستانی بود. همه رقمه بودن. یه ایرانی هم بود. یه خانومی هم بود. فکرشو بکنید، اون خانوم چپیده بود تو 11 تو این 11 تو ما 11 نفر. خانم ایرانی نبود، اهل افغانستان بود. ماشین دوبله من احساس کردم داره خم میشه، اصلا داره میشکنه ماشین. ماشین حرکت کرد، رفتیم. سکوت عجیب غریبی تو اون دوبله بود. تمام افکار من پریشان بود. نمیدونستم چه چیزی در انتظارمه. فقط میدونستم باید بریم یه شهری به نام ادرنه، از اونجا بریم به سمت یونان. ماشین میرفت و اتوبان داشت میرفت و من همچنان دلشوره داشتم. پر بودم از ندانسته هایی که واقعا نمیدونستم چی قرار سرمون بیاد. فقط میخواستم برم. موبایل خاموش بود. هیچکی حق نداشت موبایلش رو روشن کنه. گفته بود موبایلتون رو خاموش بکنید. اون آرش گفته بود. دم یه پمپ بنزین توی اتوبان نگه داشت. آرش پیاده شد، یه ترک دیگه سوار شد. با اینکه حس خوبی به این آرش نداشتم، اما وقتی که پیاده شد و رفت، یه ترک دیگه، آدمی که ترک بود، اون سوار ماشین شد. احساس غریبی عجیبی به من دست داد تو ماشین. ماشین بازم حرکت کرد. ماشین حرکت کرد، رفت رفت رفت، خیلی خیلی مسیر خیلی زیادی رفت. 4 ساعت از استانبول دور شدیم. 4 ساعت این ماشین رفت. احساس شیشه نداشت، پنجره نداشت من بیرون رو ببینم. اما تو بین اون 11 نفر تونستم جلو رو ببینم که این ماشین افتاده تو خاکی، ماشین افتاده تو بیراهه. همه داشتن جلو رو نگاه میکردن. با ملیت‌های مختلف بودیم، زبان همون نمیفهمیدیم، ولی ترس معلوم بود. ترس سراپای همه رو فرا گرفته بود. ترس تو وجود هممون بود بدون تعارف. وقتی که دیدیم ماشین افتاده تو بیراهه، وقتی نور بالا میزد، نور بالا و نور پایین میزد، نمیتونستم بفهمم واقعا کجاییم. بعد 4 ساعت که راه رفته بودیم، افتاد تو بیراهه تو خاکی. میافتادیم تو دست‌انداز، میافتادیم تو چاله، تو چاله های بزرگ آب میپاشید. من صدا رو میشنیدم، میفهمیدم که داریم به یه بیراهه ای میریم. با خودم گفتم مگه قرار نبود ما بریم شهر ادرنه؟ چی شد پس؟ چی شد واقعا؟ یک ساعتی ماشین تو این بیراهه های عجیب غریب و ناجور رفت. یه جایی چراغش هم خاموش میکرد. اون دوتا با هم ترکی صحبت میکردم، من چیزی نمیتونستم بفهمم. سعی میکردم یه چیزایی بفهمم اما نمیتونستم بفهمم. هوا انقدر که سرد بود، چونه های آدم حرکت نمیکرد، آدم صحبت بکنه. اما راننده اون ماشین که اسمش دوبله بود، اسم ماشین دوبله بود، اون راننده یه تیشرت آستین کوتاه قرمز پوشیده بود. هوای به اون سردی نمیدونم چی مصرف کرده بود. 100% چیزی مصرف کرده بود، چون با صدای موزیک بسیار بسیار زیاد داشت حرکت میکرد و من حالم واقعا داشت به هم میخورد از این ماجرا. نزدیک 1 ساعت خورده‌ای شده بود تو بیراهه ها داشتیم میرفتیم. دیگه دندش گذاشته بود تو 1، با دنده 1 داشت ماشین را میرفت. خیلی خیلی آروم، هیچ حرف نمیزد.
سکوت مطلق تو اون ماشین و تو اون بیابونی و فقط و فقط صدای اون ماشین بود که ناله میزد، زوزه میزد و در اون تاریکی مطلق داشت میرفت. من بغلا رو میتونستم ببینم از جلو که بغلا وسط جاده است، یه جاده خاکی درب و داغون و بغلا انگار مزرعه بود، زمین کشاورزی بود. ما داشتیم میرفتیم، یه جایی ماشین وایساد. اونی که سمت شاگرد به جای آرش اومده بود نشسته بود، اومد پایین، در دوبله رو باز کرد، گفت گل همه بیاین پایین. همه ما اومدیم پایین. یاد این نیسانهای افتادم که گوسفند داره میرزن توش، میبرن از یه آخوری میبرن به یه آخور دیگه. برخورد تم و نسبتا نه تم و من شبیه به اون بود. اومدیم پایین، به ما گفتش که یه جایی جمع بشین. یه جایی جمع شدیم، اون دوبله دور زد، سرتا کرد رفت. این پسره با ما موند، این پسره با ما موند. و یه ذره من دوروبر رو نگاه کردم، هوا بسیار سرد بود، نمیتونستی از تاریکی جایی رو ببینی. اصلا نمیدونستم کجاست. چندین بار اومدم موبایلم رو روشن کنم، اما چون به من گفته بودن اگر موبایلت رو روشن کنی میگیره ازت، اون قاچاقچیه اون را بلده موبایلت رو ازت میگیره، نتونستم یعنی موبایلمو نتونستم در بیارم روشن کنم. خودش موبایلش رو در آورد، فهمیدم ترکی ترکی با یک نفری صحبت میکرد که اون نفر قرار بود که بیاد اینجایی که ما وایسادیم. یه رو بیست دقیقه اونجا موندیم، گفت بشینید. نشستیم تو تاریکی مطلق، نشستیم. میگفت ساکت، هی میگفت ساکت، حرف نزنید. نشستیم، فقط سوزه باد بود و سرما و اون پسره. خودش هم نشست، موبایلشو در آورد، بازم زنگ زد. موبایلشو در آورد، بازم زنگ زد. یک نفری دیدم با موتور داره میاد، صدای یه موتور دیدم از دور داره میاد، سوزه کشان. موتور اومد نزدیک ما، موتور یه وایستاد، این رفت به سمتش، سوار موتور شد رفت. اون یارو موتوری موتور تحویل این داد. نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته، چون ما قرار بود بریم شهر ادرنه. قاچاقچی به من گفته بود تو داخل یه شهر میری. من همه چی میدیدم به جز شهر، حتی یه نور نمیدیدم. اون ترک اومد، ترک بود. اومد، ما 14 نفر بودیم. اومد گفتش که ترکی صحبت کرد، به ترکی گفت شما اهل کجایین؟ گفت نرده مملکت سین. گفت اهل کجایین؟ من فهمیدم، هیچ کی حرف نزد، تنها کسی که حرف زد من بودم. گفتم ایران. گفت همه ایرانی هستین؟ گفتم یک. گفتم بنده ایران ده. گفت بیا جلو. رفتم، خوشحال بودم، فکر میکردم مخش رو میتونم بزنم. رفتم جلو، گفتش که بهش گفتم انگلیسی بلده حرف بزنی؟ گفت نه. یه جورایی یه ذره ترکی من بلد بودم، یه ذره هم لالالکی با ایما و اشاره به من فهموند که من میرم جلو، شما همه به صورت قطاری در یک ردیف پشت سر هم جلوی پشت من بیاین، پشت سر هم بیاین پشت سر من، یعنی من جلو میرم شما پشتم بیاین. گفت تو اینو به اینا حالی کن. سومالیایی ها، اونایی که سومالیایی بودن، سیاه‌پوست بودن، یه 4 نفر سومالیایی سیاه‌پوست بودن، اونا هم با ما بودن. اونا انگلیسیشون پرفکت بود، خیلی خوب انگلیسی حرف می‌زدن. بهشون گفتم که باید ببین، باید خیلی حرف گوش کن بودن. بهشون گفتم ببین باید پشت سر هم بریم، پشت این یارو باید پشت سر هم بریم. حرکت کردیم، کاروان 14 نفره ما حرکت کرد به لیدرشیپی اون آقا. اون آقا لیدر ما بود، اون ترک لیدر ما بود. آدم بدی به نظر نمی اومد، فرکانسی که میداد آدم خوبی بود، انگار مثبت بود.
حرکت کرد، خیلی تند میرفت، ما هم دنبالش میرفتیم. سوز سرمای اون منطقه که بعدها فهمیدم اسم اون منطقه ایپسالا بود. ایپسالا، سوز و سرماش جوری بود که تو نمیتونستی نفس بکشی، نفس کم میآوردی. استرس، سوز و سرما، کوله پشتی، تند راه رفتن، اینا همه باعث شده بود قلبم اذیت بشه. قلبم درد گرفته بود، نفس نمیتونستم بکشم، اما هیچ شانسی نداشتم که بمونم استراحت کنم. 14 نفر داشتن راه میرفتم و منم باید راه میرفتم. اون خانومه افغانستانی هم داشت راه میومد. یه جایی واقعا کم آورده بودم، نمیتونستم برم، نمیتونستم بهش، به اون یارو گفتم یه ذره صبر کن. گفت اینجا نمیتونیم صبر کنیم، حرکت کن، اینجا جای خطرناکیه. دوستان، ما دقیقا رو نقطه صفر مرزی ترکیه و یونان بودیم. اصلا قرار نبود ما اینجا باشیم، قرار بریم توی شهری، شهر ادرنه. ما دقیقا رو نقطه صفر مرزی ترکیه و یونان بودیم. بارون نمی اومد، ولی هوا سرد بود، ولی هوا ابری بود، اما فعلا بارونی نمی اومد. و من همش می گفتم ای کاش که بارون نیاد، چون لباس آنچنانی نداشتم. رفتیم یه جایی، از یه تپه مانندی باید می رفتیم بالا، از یه تپه مانند، از تپهی که پر فقط گل بود. به محض اینکه من پامو گذاشتم سر خوردم، با چونه خوردم زمین، تمام لباسام گل شد، همه افتادن پایین. 2-3 نفر فقط تونستن از اون تپه برن بالا. ما بعد از چندین بار تلاش تونستم 4 دست و پا از اون تپه برن بالا، تمام لباسم گلی شده بود، تمام صورتم گلی شده بود. اول بسم الله، اول شروع ماجرا، کول پشتیم گل، خودم گل، تو دهنم گل، افتاده بودم با چونه خورده بودم تو آب و گل. ولی باید اون تپه رو میرفتیم اونور، تپه رو رفتیم اونور، دیدم یه دشتیه جلوی ما، یه دشتیه. بازم حرکت کردیم. واقعا حالم بد شده بود، حال خیلی بد شده بود، اما به مسیرشون ادامه دادم، منم به مسیرم ادامه دادم. با هر بدبختی بود خودمونو دنبال اون یارو می کشیدیم. اون پسر بد جور نفس خوبی داشت، اون ترکه، اون کسی که ترک بود، و من اصلا نمیدونستم کجام، و من اصلا نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته، و اصلا من نمیدونستم کجا قراره بریم. بعد از تپه کلی دیگه راه رفتیم تو اون زمین بایر که پر از گل بود. پامو وقتی میذاشتیم، پاهامونو میذاشتیم تو گل، از این گلایی بود که به کفش میچسبه، و تو وقتی که پاتو برمیداری کفشت میشه 200 کیلو. رسیدیم به یه جایی، من فقط میخواستم که این پسر وایسه یه جا، یعنی آرزو داشتم این پسر وایسه یه 10 دقیقه ما نفس بکشیم. تاریکی مطلق، سرمای و سرما و سوز وحشتناک، صدای زوزه گرگ میومد از اینجا به بعد، دیگه صدای زوزه گرگ میومد. رسیدیم یه جایی، صدای رودخونه اومد، صدای رودخونه رو شنیدم، رودخونه بسیار بسیار خروشان. رسیدیم پیش رودخونه، این پسر تو با خودش یک کلو پشتی داشت، کلو پشتی خودشو باز کرد، به هر کدوم ما نفر یه پلاستیک داد، از این پلاستیک هایی که بزرگ، کیسه زباله های بزرگی هست که آدم توش جا میگیره، کیسه زباله های مشکی کلوفت بزرگ، از اینا نفر یه دونه به ما داد، گفت پاره کنید اینو بکشید سر خودتون، اینجا باید بشینیم تا 5 صبح. ساعت 12:30 شب بود،
ساعت رو نگاه کردم بیدم 12:30 یک شبه. موبایلم هم خاموش بود، هیچی ازم خبر نداشت. کوله باری از سوال تو ذهنم بود و کوله باری از دلشوره و اینکه چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم. نگاه میکردیم هم دیگر رو. هر 14 نفرمون غریبه بودیم، 14 تا غریبه ای که هرگز با هم حرف نزدیم، حتی اونی که بچه تهران بود هرگز اسمشو نفهمیدم، ولی اون منو میدید لیز لبخند میزد. نمیدونم کلیپامو دیده بود، نمیدونم چی، نفهمیدم. کیسه زباله رو پاره کردم انداختم روی خودم، گفت بکشید رو خودتون تا آخر، قشنگ برید توی کیسه زباله. نمیدونستم چرا باید این کارو بکنم. به محض اینکه این کارو کردم 3-4 دقیقه بعدش بارون سیل اومد. بارون سیل و من تو پلاستیک بودم و من توی پلاستیک کیسه زباله مشکی بودم، توی بیابونی که لبه یه رودخونه خروشان بود و صدای آبش وحشتناک بود. بارون سیل داشت بهمون میخورد و ما تا 5 صبح باید اونجا میموندیم. نمیدونستم تا چرا تا 5 صبح باید اونجا میموندیم. زمان نمیگذشت، ساعت 1:30 بود. آروم دست کردم تو جیبم، تو همون جا دستمون تو اون پلاستیکه، نمیتونستم دستمو این ور اون ور ببرم. به یه جایی تکیه داده بودم، که سرمای اون گل کمر و کلیه‌هامو به درد آورده بود. یعنی کلیه‌هام داشت از سرما و از درد داشتن میترکیدن. با خودم میگفتم این شرایط فقط مال تو نیست، همه همونجوری همه دارن تحمل میکنن، هر 14 نفرمون. گهگاهی که بچه ها تکون میخوردن صدای پلاستیک به گوش میرسید، صدای پلاستیک بچه ها به گوش میرسید. من از این صدای پلاستیک بچه ها سوء استفاده کردم، دست کردم آروم تو جیب بغلم و موبایلمو درآوردم. میخواستم ببینم کجاییم، میخواستم مپلوکیشن روشن کنم ببینم ما کجا هستیم، اصلا ما رو کجا آوردن، اینجا کجاست. دست کردم داخل جیبم، موبایل در آوردم، موبایل گذاشتم زیر بغلم، اینجوری زیر بغلم. این گوشی بود دوستان، این گوشی همراه و این گوشی سامسونگ J7، این گوشی گوشیه که همیشه همه جا همراه من بوده. این موبایل در آوردم گذاشتم زیر بغلم، اینجوری روشنش کردم دیدم نوشته نو سرویس، سرویس نداشت، آنتن نمیداد. جایی بودیم که آنتن نمیداد، نقطه کور بودیم، یه نقطه بود که کور بود، آنتن نداشتیم. با بدبختی ساعت شد 5 صبح. این که میگم با بدبختی برای این که زمان نمیگذشت و موبایل هم آنتن نمیداد که من اصلا بفهمم کجا هستم. فکر محمد بی شدم، به فکر محمد بی افتادم، به فکر اون قاچاقچی افتادم، به فکر پدر مادرم افتادم، به فکر بچه هام افتادم، به فکر خانوادم افتادم. دیگه فکر خودم نبودم. ساعت شد 5 صبح. یه نفری دیدیم خزان داره میاد، خمیده. یه قایق برای ما آورد، قایق بادی. این طور که با اون کسی که قایق آورد رفتن، خیلی رفتن جلوتر لای درخت ها که قایق رو باد بکنن. یه تلمبه داشتن قایق رو باد میکردن، رفتن قایق رو باد بکنن ولی باد نکردن، برگشتن. بهش گفتم موضوع چیه که برگشتی؟ گفت مامورای پلیسای یونانی اونور وایستادن،
ما باید وایسیم تا پلیسای یونان موقع تعویض شیفتشون بشه، بعد ما بریم قایقو باد بکنیم. گفتم خب زمانی نداریم، ما که زمانی نداریم، هوا داره روشن میشه، اگه هوا روشن بشه که ما نمیتونیم بریم. گفت حرف نزن. یه رو 20 دقیقه شد، دوباره با اون پسر رفت توی اون لای اون دارو درخت ها، قایق رو باد کرد، قایق رو باد کرد لای همون دارو درخت ها، یه جایی قایق رو قایم کرد. بارون از بس بهمون خورده بود، این پلاستیکه خودش تولید سرما میکرد، این پلاستیکی که ما توش قایم شده بودیم خودش تولید سرما میکرد. من جلوی دهنمو این پلاستیکی که این پلاستیک و اون قسمتی که جلوی دهنم بود و باز کرده بودم، جلوی اون دوتا قسمتی که جلوی چشمام بود یه ذره سوراخ کرده بودم که بتونم ببینم. من فقط از این زاویه میدیدم. خیلی رنج‌آور بود، واقعا نمیشد تحمل کرد. یعنی اون زندان هاکاری از اینجا بهتر بود. تو اون شهر هاکاری که زندان بودم و بازداشت بودم، تو اون شهر یوکسکوا، اون زندان و اون بازداشتگاه از این بهتر بود. 34 روز گذشته بود از فرار من از ایران. 34 روز. بارون خیلی خیسمون کرده بود. دیگه این پلاستیک عملا به درد نمیخورد، جلوی چیزی رو نمیگرفت. اومدیم بریم سوار قایق بشیم. دونه دونه ما رو صدا زد، دونه دونه صدامون زد. رفتیم به اون محلی که بایستی قایق رو مینداختیم تو آب. رودخونه رو وقتی که من دیدم، ببین رودخونه ای بود که اگه شما غواص هم بودی شما رو میکند میبرد. شدت آبش اینقدر زیاد بود. اسم اون رودخونه رودخونه مانیساه، اسم اون منطقه ایپسالا بود و اسم اون رودخونه رودخانه مانیساه. رودخانه مانیسا تا حالا خیلی ها رو به کام مرگ برد. خیلی از کسایی که خواستن از رودخانه مانیسا رد بشن داخل رودخانه مانیسا غرق شدن و دیگه هرگز آثاری ازشون نشد. هرگز هیچ کس نفهمید اونا کجا غرق شدن، چون رودخانه مانیسا وقتی که اینجا میفتی تو رو میندازه تو اقیانوس، تو آبهای آزاد. یک رودخانه بیرحمه که عرضش کمه اما بیرحم و خروشانه. و من به شدت میترسیدم از این قضیه. یک قایق بادی که بایستی 14 تا مسافر و یک راه بلد رو با خودش میبرد، 15 نفر و یک پاروی در به داغون، یک پارویی که اصلا شبیه پارو نبود، بیشتر شبیه چوب بود تا پارو. واقعا ترسیده بودم، وحشت تمام وجودم رو فرا گرفته بود. پلاستیکی که انداخته بودیم تو خودمون دیگه قشنگ پارش کرده بودیم. این پلاستیک بیشتر خودش ایجاد صدا میکرد، پلاستیک خودش تولید صدا میکرد. نمیتونستیم با این پلاستیک بریم. من اینو میدونستم، برای اینکه اونجا به من گفته بودن باید سکوت باشه، اگه سکوت نباشه سربازای یونانی، سربازای مرزبانی یونان میان و شما رو میبینن اینجا. همین اتفاق هم افتاد. به محض اینکه قایق رو انداختیم تو آب، سربازای یونانی اومدن. سربازای یونانی که اومدن چراغ قوه انداختن. ما هیچ شانسی نداشتیم، ما هیچ شانسی نداشتیم. این پسر ترکی گفت برگردین، ما همه دویدیم دوباره به اون سمتی که اونجا تا صبح بونده بودیم. قایق رو ول کردیم، قایق رفت، قایق تو اون امواج خروشان رفت. سربازای یونانی سر و صدا کردن. اینقدر که سر و صدا کردن اونجا مرزبانی ترکیه نگو نزدیکه، یه برج مرزبانی ترکیه اونجا نزدیک مرزبانی ترکیه هم فهمید. وقتی که سربازای یونانی سر و صدا کردن، مرزبانی ترکیه هم فهمید سربازای ترک هم اومدن به سمت ما. ما که از
رفتن داخل رودخونه منصرف شده بودیم، برگشته بودیم که اونجا بمونیم که قضیه آروم بشه مثلا به اصطلاح، که بعد دوباره بریم. اما سربازهای ترک، ژاندارمای ترک دوباره رسیدن به ما. ژاندارمای ترک رسیدن به ما. این پسری که ترکی بلد بود، رارم بلد بود، خب ما نمیدونستیم چی به چیه. طرفت العینی چشم به هم زدن، این غیب شد، ما دیگه ندیدیمش. ما 14 نفر از ملیت‌های مختلف اونجا موندیم بدون اینکه بدونیم کجا هستیم اصلا. و یه ماشین ژاندارما، از این ماشین‌های جنگی که غوله، یه غول آهنی بزرگ بالاش چراغ گنده داره، که تو فیلم‌ها فقط من می‌دیدم، جنگ‌های فلسطین و اسرائیل نشون میداد، یا تو جنگ‌های داعش و سوریه اونا رو نشون میدادن اون ماشینا رو. اون ماشین اومد به سمت ما، نوراش رو انداخت به سمت ما، ما هم که جایی نداشتیم بریم، اصلا بلد نبودیم کجا باید بریم. پلیس اومد بالا سر ما، 3 نفر پیاده شدن با لباسای ژاندارمی، با لباسای پلنگی، از این لباسای چریکی ارتشی. پلیس نبودن، ارتشی بودن، یعنی مال مرزبانی ترکیه بودن. ترکی ترکی ما رو دور کردن، 7-8 نفر شدن، بقیه هم اومدن پایین ما رو دور کردن. ما وحشت زده شده بودیم و نمیدونستیم اصلا چی بگیم. اونا که خوف کرده بودن، اصلا پسر حرف نمیتونست بزنه. اون سومالیایی ها فقط انگلیسی بلد بودن، سیاپوستا بندگان خدا، اصلا یعنی یک وضعیتی بود. من با تمام این مشکلات و با تمام این بدبختی و تمام و ترس و لرز هر چی که داشتم رفتم جلو. گفت یارو، گفت مملکتتون کجاست، از کجا اومدین؟ من گفتم من از ایران اومدم، بقیه ها از جاهای دیگه هستن. اون پسری که بچه تهران بود، اونم گفت منم ایرانی هستم. اون 2 نفری هم که اومده بودن تو اون خونه آرش اینا رو، اونم ایرانی بودن و اصلا حرف نمی زدن. گفت خب کجا میخواستیم بریم؟ گفتم میخواستیم بریم یونان. ترکا به یونان میگن یونانستان. گفت یونانستان؟ گفتیم آره. گفت خب برید. گفت برید. برید یونانستان. سربازای یونانی اونور بودن. اینا میدونستن اگه ما بریم اونور گیر میکنیم، اونا ما رو میگیرن و میزنن. سربازای یونان هر کسو که بگیرن لباساشو در میارن، حتی شورتش هم میکنن، پولشو میگیرن، لوازمشو میگیرن، موبایلشو میگیرن، با چوب اونقدر میزننش و میندازنش دوباره تو خاک ترکیه. و اونا کاملا به این موضوع اشراف داشتن و میدونستن این اتفاق میفته. گفت خب برید. گفتیم ما قایق ما رو برد، قایق ما رو آب برد، قایق نداریم. گفت با کی اومدین این ور؟ با کی اومدین تا اینجا؟ کی شما رو آورد تا اینجا؟ من گفتم من نمیدونم، ما نمیدونیم. یه نفر ما رو آورد، اونم ترک بود، رفت فرار کرد. گفت چه شکلی بود؟ گفتم نمیدونیم، تاریک بود، ندیدیمش، نمیتونستیم حرف بزنیم، اصلا صدامون در نمی اومد، چونمون کار نمی کرد، مستعصل شده بودیم، انرژیمون رفته بود، غذا نخورده بودیم، داغون بودیم، بارون خیس خیسمون کرده بود، اون پلاستیک بدتر باعث سرمامون شده بود. همه ما رو یه ماشین بیسیم زدن، یه ماشین اومد، همه ما رو گرفتن، همه ما رو سوار ماشین کردن، بردن پاسگاه مرزی ایبسالا. رفتیم تو پاسگاه مرزی ایبسالا. من کیملیک دارم، من شرایطم با بقیه فرق میکرد. من کیملیک پناهندگی ترکیه رو دارم و یک برگه ایزین مرخصی که گوش ادارسی ترکیه به من داده بود. من با بقیه ها فرق میکردم، من تخلف دو برابری کردم، من تخلف من دوچندان بود، من نباید چنین تخلفی میکردم. به من مرخصی داده بودن که من برم دکتر استانبول. من اینجا چی میکنم؟ تو ایبسالا چی میکنم؟ اصلا نباید چنین کاری میکردم. همه ما رو بردن تو پاسگاه مرزی، از تک تک ما انگشت نگاری گرفتن. موقع نوبت من که رسید، انگشتم رو گذاشتم رو اون دستگاه الکترونیکه،
به محض اینکه انگشتمو گذاشتم اونجا سابقه انگشت نگاری من در اومد. به من گفت تو کیملیک داری؟ گفت او کیملیک وار. گفتم ایبت کیملیک وار. گفت بده من کیملیک تو. کیملیکم رو قایم کرده بودم زیر کوله پشتیم. کیملیک آوردم پایین بیرون خیس خیس بود. برگه آچار ایزینم هم زیر کیملیک بود. به حدی خیس شده بود، پاره شده بود. یعنی دیگه قابل خوندن نبود. ولی کیملیکم چون پرس کرده بود سالم مونده بود. کیملیکم رو نگاه کرد گفت کیملیک تو مال استان حکاریه، اینجا چی میکنی؟ مرز ایران و ترکیه، تو الان مرز یونان و ترکیه هستی. حرفی نداشتم بزنم، تخلف مشهودی کرده بودم که حرفی نداشتم بزنم. دنیا رو انگار رو سرم خراب کرده بودن، انگار دنیا رو سرم خراب شده. فکر این که چه سرنوشتی در انتظارمه داشت منو دیوونه میکرد. دوستان باورتون نمیشه ولی من واقعا دیگه کم آورده بودم. 34 روز بود فرار کرده بودم از ایران و با کلی داستان، هر روزش داستان بود. خسته میشدم، کم میاره، واقعا کم میاره. گفتم یک ترکی که بلد نبودم انگلیسی بهش گفتم اکسیوز میستر. گفت اکسیوز می؟ فهمیدم بهم چی میگه. گفت پدر حساب بچه تو در میارم. فهمیدم، با من لج افتاد چون من کیملیک استان حکاری رو داشتم. این در حالیه که من در استان ادرنه بودم الان. بعد مرخصی که من داشتم تو لپتاپش داد، تو سیستمش داد، مرخصی منو در آوردید. من 2 روز مرخصی دارم، باید میرفتم استانبول برای درمان. سیستم پلیس ترکیه شبکه است، به هم متصل. شما در ترکیه عمرن امکان نداره بتونی خلافی بکنی و بتونی فرار کنی. ترکیه قدم به قدم دوربین داره. ترکیه یک کشور بسیار بسیار امنیتیه. شما امکان نداره بتونی توی ترکیه قصر در بری. اصلا امکان نداره. توی ترکیه شما حتما گیر خواهی کرد. نمیدونم اون 14 نفر چی شدن، ولی زنگ بیسیم زد، یه ماشین اومد از این جیپای داغون منو سوار کرد برد. منو سوار کرد برد یه شهری که شهر بود، واقعا شهر بود، نزدیک اونجا بود. به خاطر اینکه نیم ساعت بیشتر ماشین راه نرفت، ماشین نیم ساعت راه رفت. اسم اون شهر کروبچالی همچین چیزی. دیدم که شهره، چون زراعت بانک داشت، قشنگ شهر بود. من می دیدم دیگه روز شده بود. منو برد تو قراکل اداره پلیس، منو تحویل پلیس اون شهر داد با یه گزارشی که اون یارو نوشته بود. داستان دوباره شروع شد. دیگه از خودم بدم اومده بود، از سوال جواب کردم بدم اومده بود، از بازجویی بدم اومده بود، از دیگه واقعا راضی به مرگم بودم. دوباره منو تحویل پلیس یه شهر دیگه داده بودن، دوباره گرفتن منو. من چرا نمیتونم فرار کنم از ترکیه؟ چرا همش گیر میکنم؟ گفتم که بلدی فارسی حرف بزنی؟ گفتم نه. گفتم بلدی ترکی حرف بزنی؟ گفتم نه، انگلیسی بلدم حرف بزنم. گفت ما انگلیسی بلد نیستیم حرف بزنیم. تو کجا اومدی؟ گفتم ترکیه. گفت بس باید ترکی حرف بزنی. گفتم من اهل ترکیه نیستم ترکی حرف بزنم. گفت تو اومدی ترکیه، وظیفه داری ترکی حرف بزنی. گفتم من اومدم ترکیه ولی فرار کردم. میبینی که کیملیک دارم. گفت بی خود کیملیک داری، کیملیکتو باطل میکنیم، سوراخ میکنیم، تو رو میفرستیم شهر حکاری دوباره، پدرتو در میاریم. تو برای چی اینجا چی میکنی؟ اومدی قاچاقی بری که چی؟ من حرفی نداشتم بزنم. اونا اصلا حرفمو نمیفهمیدن.
منو انداختن بازداشتگاه، رفتم تو بازداشتگاه. یه نفر دیگه هم تو بازداشتگاه بود، یه آدم داغون، نمیدونم زور بود فکر کنم. همه چیزم ازم گرفتن، موبایل، کوله پشتی، ساعت، انگشتر، بند کتانیام هم از من گرفتن. آها، کاپشنم هم ازم گرفتن، یه کاپشن دیگه بهم دادن. عجیب بود برام، دمدمای زور بود. اومدن دنبالم تو بازداشتگاه، من از بازداشتگاه در آوردن، گفتن که الان اینجا بشین، یه ماشین میاد دنبال تو رو میبره استانبول. گفتم دمش گرم، من برم استانبول بهتر از اینجاست. ولی دیگه یک روزو از دست داده بودم. دیگه چند ساعت دیگه مونده بود از ایزین من. من بایستی دیگه میرفتم به محمد بی خودم رو معرفی میکردم. طبق قرارمون میرفتم خودم رو تحویل پلیس یوکسکوا میدادم در شهر مرزی ایران و ترکیه. از استانبول تا یوکسکوا 35 ساعت راهه، 35 ساعت راهه. ماشین اومد ما رو سوار کرد، منو سوار کرد به سمت استانبول. برای اینکه توی کیملی که من نوشته بود پناهنده سیاسی، چون که تو کیملی که من بعدها فهمیدم کیملی که من یه کد داشت، که هر کیملی که یه کدی داره که مشخص میکنه این چه نوع پناهندگی داره. من اینو بعدها فهمیدم، حتی همین الان کسانی که کیملی که پناهندگی ترکیه رو دارن شاید خودشون ندونن اصلا. هر کیملیکی یه کدی داره که اونجا مشخص میشه که پلیس ترکیه میفهمه شما چه داستانی داشتی که اومدی پناهنده شدی. منو برداشتن بردن، یه 3-4 ساعت دیگه راه رفتیم رسیدیم به استانبول. منو بردن اداره پلیس مرکزی استانبول، اداره پلیس مرکزی استانبول. نمیدونم اونجا چی کار کردن، با کی تماس گرفتن. من اونجا فقط نشستم، فقط یه لحظه به یکی گفتم موبایلو میشه به من بدی؟ موبایلمو میشه به من بدی؟ گاره وسایلتو همه رو بهت میدیم، بیا. همه وسایلمو به هم داد، ساعتمو، انگشترمو، موبایلمو، پولمو، همه چیو، بند کتانیمو، همه چیو به هم داد. من اونجا نشسته بودم پیشش، گفتم من میتونم موبایلمو روشن کنم. گاره موبایلتو روشن کن، کاری باید نداریم، موبایلتو روشن کن. من موبایلمو روشن کردم، من موبایلمو روشن کردم. تنها کسی که اینجا به ذهنم رسید محمد بی بود. محمد بی، آخ که این محمد بی هرگز از خاطرم نخواهد رفت. این محمد بی حک شده توی مغزم. باور کنید دوستان، سالها میگذره از اون ماجرا. زنگ زدم بهش، بهش زنگ زدم با کمال پررویی. یادم 2 تا زنگ خورد، برداشت گوشیو. بهش گفتم که پلیس منو گرفته. گفت تو کجایی؟ گفتم پلیس منو گرفته، اینجام. گفت اونجا کجاست؟ گفتم نمیدونم ولی پلیس منو گرفته، من اینجام. گفت چی کار کردی که پلیس تو رو گرفته؟ انگلیسیش پرفکت بود. گفت گوشیو بده به اون پلیسی که الان اونجا هست ببینم تو رو برای چی گرفتن. ای داده بیداد، من میدونستم گوشیو بدم، خب اونا همه چیو به این میگن. گوشیو گفتم به اون افسر نگهبانی، گفتم تو گوشیو بگیر صحبت کن. گفت این کیه؟ گفتم میت. گفتم میت پلیس میت. اون سری گوشیو گرفت، با هم ترکی صحبت کردن. یارو یه نگاه بهم کرد، هی صحبت میکرد، هی با اون صحبت میکرد، هی بهم نگاه میکرد، هی با اون صحبت میکرد، هی به من. نمیفهمیدم نه چی دارم میگن، چون ترکی صحبت میکرد با اون یارو. گوشیو به من داد، من که گوشیو زمانی که گرفتم دیگه محمد بی قطع کرده بود. دوباره اومدم زنگ بزنم، این یارو گوشیو از من گرفت.
نمیخواست گوشی از من بگیره، چون که دید دارم دوباره زنگ میزنم گوشی از من گرفت. گفت بکله بکله، اتور اتور، یعنی بشین، بکله یعنی منتظر باش. گفتم یعنی محمد بیم دیگه منو بیخیال شد، فکر کنم دیگه اینا منو بگیرن دیگه دیپورت بکنن این دفعه، این دفعه دیگه من دیپورتم. اونجا نشستم، هرچی نشستم دیدم هیچ حرکتی نمیشه، دارن طبق روال خودشون کارهای خودشون رو انجام میدن، ولی گوشی من از من گرفته بود. 2 ساعت شد، فکر کنم ساعت 3-4 بعد از ظهر بود، هیچی نخورده بودم من، نزدیک 30 ساعت بود هیچی نخورده بودم، چون هرچی که داشتم خورما و اینا و اونجا تو اونجایی که مونده بودیم همه رو خورده بودیم، هیچی برای خوردن دیگه نداشتیم، فقط یه ذره آب برای من آورده بودن. ساعت 4-3-4 نمیدونم همین حدودا بود، دیدم محمد بی اومد، دیدم این پلیس میت ترکیه اومده. یه لحظه بغضم گرفته بود، مثل این که شما دوستتون رو ببینی، مثل این که یه جای گیر بکنی و هیچ کس به دادتون نرسه، یه هوی فرشته نجات بیاد پیش شما. به محض این که دیدمش پا شدم، گفت به من گفت مرحبا فرشاد آبی. من گفت مرحبا فرشاد آبی، سلام برادر فرشاد. گفتم مرحبا، مرحبا آبی. به من گفت what are you doing now؟ گفت چی کار میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ گفتم دستگیر شدم. صحبت کردیم با هم دیگه، گفت من که میدونم تو میخواستی بری، چی کارت کنم من؟ مگه من به تو نگفتم نرو؟ مگه من به تو نگفتم 2 روز بچرخ برو یوکسکوبا؟ مگه ما به تو کیملیک ندادیم؟ مگه نگفتیم باید بمونی؟ گفتم چرا؟ چرا تو گفت برای چی قانون ما رو نقض میکنی؟ گفتم بذار بگم صادقانه بهش بگم من رفتنیم، بالاخره میرم. بهش گفتم محمد بی من بالاخره میرم. گفت من نمیذارم تو بری. گفتم من میرم. گفت تو رو با خودم میبرم. اونجا یه 2-3 تا برگه بهش دادن امضا کرد. 2 تا برگه من امضا کردم، من از اونجا در آورد سوار ماشین کرد، مستقیم رفتیم سمت فرودگاه استانبول. مستقیم رفتیم منو برد سمت فرودگاه استانبول با همون لباس داغون، یعنی من داغون بودم، پولام هم خیس شده بود، پولام هم همه داغون بود. منو برد فرودگاه استانبول، نشستم فرودگاه استانبول، خودش رفت بلیط خرید، یه تیکت آورد بهم داد، بلیط آورد بهم داد، گفت برو یوکسکوا، این پرواز رو میشینی میری یوکسکوا، پرواز استانبول به یوکسکوا. وای دوباره یوکسکوا. برای من ببینید دوستان، برای من یعنی مرگ، یعنی عذاب، یعنی واقعا یعنی مرگ، یعنی در حد مرگ بود که من دوباره باید برمیگشتم یوکسکوا، و این برای من واقعا دردناک بود. برای اینکه من 35 روز بود، الان رفته بودیم تو 35 روز دیگه، 35 روز بود من از ایران اومده بودم، قرار بود من 48 ساعت فقط تو ترکیه بمونم و بعد از 48 ساعت به منو انتقال بدن به یونان و بعد از یونانم و و و که بعدن خواهم گفت، ولی الان 35 روز شده بود، 35 روز طوفانی، 35 روز کولاکی، کولاک، در کولاک بودم من. سوار هواپیما شدم، رفتم سوار هواپیما شدم، هواپیما پرواز کرد، یوکسکوا پیاده شدم. فرودگاه یوکسکوا شبیه بیابون بود. یوکسکوا پیاده شدم، پول داشتم، خود پلیس ترکی بهم پول داده بود. یوکسکوا پیاده شدم، گفت به من از اینکه یوکسکوا پیاده میشی اول برو اداره پلیس،
من هماهنگ میکنم برو اداره پلیس یوکسکوا. شب بود دیگه، رسیدم اداره پلیس یوکسکوا، گفت کسی نیست باید صبح بیای. رفتم هتل، به هتلی داشت رفتم، اون هتل، هتل اووا، هتل اووا الانم هست تو یوکسکوا، هتل اووا. رفتم هتل اووا، داغون بودم، لباسامو در آوردم، فقط افتادم رو تخت، یه چیزی نفهمیدم، صبح شد. یعنی یه دونه غذا هم نخوردم، هیچی نخوردم. صبح دیدم از گشنگی دارم میمیرم. هتل اووا صبحونه هم میدادن، دو تا تخم و آپز با دو تا از این نونای باگت خشک، توی ترکیه بهش میگن اکمک، اکمک. تو ترکیه به این نونای خشک باگت میگن اکمک، که لسه آدمو پاره میکنه. با دو تا تخم پخته اون دو تا رو خوردم، یه ذره سیر شدم، سری رفتم اداره پلیس که خودمو معرفی کنم، که کارم از اینی که هست بدتر نشه. رفتم اداره پلیس، خودمو معرفی کردم، گفتم من اومدم. اونا هیچی رو نمیدونستن، فقط میدونستن من یک روز دیر کردم. گفت تو یه روز تاخیر داری. خودم همینجوری الکی برای خودم بهشون گفتم، به خاطر اینکه دکتر رفتم، دکتر درمانم طول کشید تا دارون بیاد و اینا. گفت باشه اینجا امضا کن، امضا کردم. گفت از این به بعد هفته دو بار باید بیای امضا بکنی، برای اینکه یه روز تاخیر داشتی هفته دو بار باید. قبلا چهارشنبه ها می اومدی امضا میکردی، از این به بعد چهارشنبه ها و یکشنبه ها باید بیای امضا بکنی. خیلی دردناک بود. گفتم باشه، چهارشنبه و یکشنبه میام امضا میکنم. امضا کردم، دوباره برگشتم نقطه سر خط، دوباره من برگشتم نقطه سر خط، و این بسیار بسیار دردناک بود. توی مهاجرت برگشت به عقب بسیار بسیار دردناک. زنگ زدم به قاچاقچیم، گفتم همچین بلایی سر ما اومد. گفت چرا فرار نکردی تو استانبول؟ تو میتونستی راحت تو استانبول فرار کنی، خودتو گماگور کنی. دوستان، قاچاقچی ها فقط چرت و پرت میگن. قاچاقچی ها فقط هدفشون اینه که پولو بگیرن و بعدن حالا چه اتفاقی بعدن میفته معلوم نیست دیگه، فدای سرشون دیگه. با این که قاچاقچی من، اون کسی که قاچاقچی من بود، منو میرسوند، یعنی پول منو نخورد، ولی دیگه فکر راحتی تو نیست. بعدها که باهاش صحبت کردم، گفت ببین خونه خاله نیومدی که، اومدی مهاجرت کنی، داری فرار میکنی، باید پی همه چیو به تنت بمالی. حالیت شده یا نه؟ گفتم آره. گفت خونه خاله نیست که اینجا. اینو بعدها بهم گفت، کار نداری، من تو شهر یوکسکوا موندم. سه روز تو شهر یوکسکوا موندم. این شهر یوکسکوا روزا می اومدم دور می زدم برای خودم، روزا می اومدم دور می زدم. در حین ناباوری تو بازارچه یوکسکوا، اون قهوه خونه های ترکیه که همه از این صندلی های کوچیک دارن، کتل به ما بهش تو گیلان میگیم، کتل، صندلی های کوچیک دارن، میشینن اون رو، بعد یه میزای کوچیکی از چای های استکان کمرباریک چای میخورن. در حین ناباوری داشتم اونجا نشسته بودم چای میخوردم، یهو دیدم یه نفر صدا میزنه، فرشاد آشور. برگشتم، یه پسر سیاه چرده لاغر اندام، موهاشو داده بالا، سیاه بامزه بود. ولی گفتم آره. گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم چطور اینجا هستم اینا. بیالا نمیخواستم سرگذشتمو بگم. گفت من فالوورتم. گفت من فالوورتم، حال میکنم با حرفایی که میزنی و با پیج تو فلان. و شروع کرد آقا نشست پیش ما، گفت میتونم باید عکس بگیرم؟ گفتم آره و فلان. و بسر منم ریش داشتم، مثلا ریشم رو اصلاح نکرده بودم، سر و وضعم مثلا یه وضعی بود، اصلا لباسم داغون و فلان. و گفت چرا اینجایی؟ چرا سر و وضعت اینجوریه؟ چرا میزون نیستی و فلان و و و و و
گفتم آقا حال قضیه من اینجوریه، توی تقریبا تو یک ساعت خورده ای که با هم بودیم همه رو به طور مختصر بهش گفتم. گفت کلید معما دست منه، اینجا اسمشو نمیگم چون اون بنده خدا هنوز داره اونجا زندگی میکنه، اینجا اسمشو نمیگم، اونم کرده اینجا نمیتونم اسمشو بگم برای اینکه اون داره زندگی میکنه. در مستند نانخون رقص ازش فیلم برداری کردم، یعنی تو مستندی که داریم میسازیم من از اون فیلم برداری کردم و بهش گفتم که ازش مصاحبه گرفتم تو همون حالا. دوستان ببین، من تو همون حالت ها تمام این قسمت ها رو الان شاید باورتون نشه ولی وقتی که ببینید باور میکنید. در هایلایت های یک نمونه هایی در هایلایت های استوری من هست، یعنی من یک آدم عجیب غریبی هم توی تمام اون بدبختی ها ریز برای خودم فیلم برداری اینا رو میکردم، عکس میگرفتم، فیلم میگرفتم. این گوشی همدم و همیار من بود، J7 سامسونگ J7 Pro. این گوشی رو من 9 سال پیش خریدم، 8 سال پیش خریدم این گوشی رو. کار نداریم. اون گفت آقا معمای تو دست منه، من میتونم تو رو کمک کنم. گفتم خب چیکار باید بکنم؟ گفت بیا امشب خونه ما. یه لحظه ترسیدم، گفتم من چطوری برم؟ من که نمیشناسم، چطوری برم خونش آخه؟ گفت من متعلم، زن و بچه دارم، بیا اینجا ببریم خونه ما. گفتم من وسایلم اونجا هتل اوواه. گفت برو بردار. رفتم وسایلم رو برداشتم، اونم با من اومد، میشناخت همه رو تو اون شهر، همه اینو میشناختن. من میدیدم تو خیابون دارم باش را میرم، همه باش سلام علیک میکنن. وسایلم رو برداشتم رفتیم خونش. خونش نزدیک مرز عراق بود، یه ماشینی داشت، سوار ماشینش شدیم. یه ماشینایی هست تو ترکیه بهش میگن شاهین، یه ماشینایی تو ترکیه هست شبیه پیکان جوانان خودمونه بهش میگن شاهین. یه شاهین داشت ولی ترتمیز بود. سوار ماشینش شدیم، انقدر که راه رفتیم فکر کنم یک ساعت و نیم اینجوری رفتیم، یعنی خونش دقیقا مرز عراق بود، یه منطقه کردنشین که هم کردای عراق بودن هم کردای ترکیه بودن. منو برد خونش، زن و بچه‌ش هم بودن، خانواده بسیار خوب، خانواده بسیار خوب. زن و بچه‌ش هم اومد به کردی به خانومش گفتش که مثلا مهمان داریم و اینا، بر تقدیر از اون بالاخره اونا حجاب میگرفتن، خانومش روسری گذاشت و دخترش هم روسری گذاشت و یه پسر بزرگم داشت، سنش کم بود ولی قدش بلند بود، دو تا دختر داشت، یه دختر کوچیک، یه دختر بزرگ و یه پسر. همه اومدن از من استقبال گرم و فلان و اینور اونور. خانومش بلد نبود فارسی حرف بزنه، اصلا خانومش کرد ایرانی نبود، کرد عراق بود خانومش، خودش کرد ایرانی بود ولی اونجا زندگی میکرد، تو ترکیه بود، کارش بالاخره نونشو در می آورد. نمیخوام بگم کارش چی بود، کارش نونشو در می آورد. تو مستند خودش میگه، تو مستند نانخون رقص که ازش مصاحبه گرفتم خودش میگه، ولی من چهرهشو اونجا شطرنجی کردم، صداشم تغییر دادم با نرم افزار برای اینکه داره اونجا زندگی میکنه. کار نداریم. از من پذیرایی کرد، گفت اینجا میمونی، من همه هماهنگی ها رو میکنم، 3 روز دیگه میفرستمت بری استانبول. گفتم مگه میشه این همه ایسپازرسی اینجا هست؟ نمیشه رفت. من ایزین گرفتم، با هواپیما رفتم، با هواپیما اومدم زمینی، میگن خطرناکه. گفت چیکار داری تو؟ من تو رو میفرستم. من 3 روز خونش موندم، خیلی خوش گذشتون 3 روز بچه ها. هر چقدر از خوبی های این خانواده کرد براتون بگم کم گفتم، در حقم خیلی محبت کردن. خانومش غذا درست میکرد، غذاهای خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزه. من اون غذا رو تا حالا نخورده بودم ولی خیلی خوشمزه بود. اون 3 روز رو بالاخره
خودش برای من رفت یه سیمکارت دیگه گرفت، کار نداریم. بالاخره من تونستم با خیلی تماس بگیرم، خبر خودمو بدم. اون سه روز کاملا، یعنی تو اون سه روز من کاملا ریکاوری شدم. دوره خوب این داستان 35 روزه ترکیه من تو اون سه روز بود. روز 38 ساعت 4:30 صبح یه ماشین اومد دنبال ما، یه ماشین فیات قرمز گوجه‌ای، فیات جدید گوجه‌ای قرمز، پلاک ترکیه، با نمره شهر هاکاری، مثلا 34 استانبول پلاکش 34 هاکاری 64 TR64. اومد دنبالم 4 صبح روز 38. گفت برو بشین تو این ماشین، خدا نگهدارت، برو. روزی بود که من باید میرفتم امضا میکردم، یعنی امضای من رسیده بود، من باید امضا میکردم، امضای من فرا رسیده بود دیگه، من باید امضا میکردم. من یک شنبه و چهار شنبه باید امضا میکردم. بهش گفتم بذار من برم امضا بکنم که اگر که شک نکنن تو شهر، مثلا چیز نکنم، یه معطل کن، مثلا ساعت 8 صبح بشه، گفت اصلا حرفش هم نزن، برو برو، این تو رو میبره. این یارو گازشو گرفت رفتیم. گفت هر جا ایسپازرسی دیدی سرتو بنداز تو موبایلت، من خودم جواب میدم. اون ترکه گفت، خیلی پسر بسیار بسیار زرنگی بود. رفتیم 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 خروجی یوکسکوا، وقتی که میخواستیم از شهر خروج بکنیم یه ایسپازرسی داشت. خدا رو شکر موقع تحویل شیفت بود، ایسپازرسی زیاد به ما گیر ندادن. یه ذره تو ماشین رو نگاه کردیم، یه بای بای کرد رفتیم. ماشین رفت، ما یعنی من خیلی خوشحال بودم چون که دیگه افتاده بودیم تو جاده. رفتیم، باید میرفتیم وان. ما قرار بود که بریم وان، از یوکسکوا بریم به شهر وان، از شهر وان یه ماشین دیگه بیاد منو سوار کنه ببره سمت استانبول. همه جاها رو درست و خوب رفتیم، نرسیده به وان، دیدیم یه ایسپازرسیه. یعنی اون میدونست که ایسپازرسیه. ماشین رو زد کنار، زد کنار، باد شدیدی هم داشت میومد. به من گفت پیاده شو. گفت پیاده شو. گفتم پیاده شم چیکار کنم؟ گفت پیاده شو، من میرم ایسپازرسی رو رد میکنم با ماشین، تو پیاده شو. یک مسیری رو با دستش بهم نشون داد، گفت اینو برو، میرسی به یه جاده خاکی روستایی. به اون جاده خاکی روستایی وقتی رسیدی، اون جاده خاکی روستایی رو مستقیم برو، مستقیم که بری منو میبینی. اینطوری ما اون پاسگاه ایسپازرسی که نزدیک وان بود رو میتونستیم دور بزنیم. متوجه شدین که پلیس نزدیک اون پلیس اون ایسپازرسی منو دوباره نگیره؟ خب منم از خودم بود، منم از خودم بود. پیاده شدم اونجا، افتادم تو دیدی پیاده، مثلا شما فکر کن مثلا داری یه جاده ای رو میری کنار، اینور بیابونه، اینورم بیابونه. من پیاده شدم از جاده، افتادم توی بیابون، افتادم باید این بیابون رد میشدم، میرسیدم به اون جاده خاکی، بعد اون جاده خاکی رو مستقیم. این گفت انقدر برو تا منو ببینی. گفتم باشه. اونجا یه روستایی بود، خب اسم اون روستا رو من نمیدونم دیگه، اصلا برای ما مهم هم نبود دیگه، من فقط باید اون جاده رو میرفتم. جاده رو رفتم، جاده رو رفت، اون پیاده شدم رفتم، افتادم تو اون جاده خاکیه، رفتم دیدم تک و توک خونه هست، تک و توک مثلا خونه هست. یه ذره نونم داشتم از این اون خونه‌ای که بودم، اون همسر اون فردی که کرد بود و منو سه روز تو خونه خودش نگه داشت، تو خونه نون میپخت، یک نون خوشمزه‌ای هم میپخت،
تو خونه تنور داشت، تو خونه تنور داشت و نون میپخت. یک نون بسیار خوشمزه این میپخت که اصلا واقعا آدم دلش میخواست خالی خالی این نون رو بخوره، خالی نون رو بخوره، نون خالی رو بخوره. یه ذره پنیرم به من داده بود، من اون همونجا تو را کولم و باز کردم اون نون و پنیر رو خوردم و تو اون افتادم، رسیدم از این بیابونی رسیدم به اون جاده خاکیه. اون جاده خاکیه رو رفتم، انقدر رفتم رفتم رفتم، هر چی میرفتم فیات قرمز رو من نمیدیدم. گفتم نکنه این منو جا گذاشته، من اینجا اصلا نمیدونم کجاست. موبایلمو دادم لوکیشن نگاه کردم، دیدم یه لوکیشنی بود که من اونو سیو کردم. لوکیشن رو سیف کردم، رسیدم دیدم، از دور دیدم اه این یارو فیاتیه داره بهم چراغ میزنه. وایستاده بود یه جایی، دویدم به سمتش. خیلی وقتی اینو دیدم خیلی خوشحال شدم، یعنی گفتم دمش گرم، من واقعا دو تا ایسپازسی و خفن ما رد کردیم. دوستان تمام این تلاش ها بعد از 38 روز فقط برای این بود که من برسم به استانبول و برسم به ادرنه و فرار کنم و ترکیه در برم. یه بار این کار رو کردم ولی متاسفانه مامورای یونانی ما رو برگردوندن. حالا این ترای دوم بود، یعنی بار دوم بود، داشتم برای دومین بار سعی میکردم که فرار بکنم. سوار ماشین شدیم، اینطوری از پلیس راه هم دور زدیم، اینطوری از اون پلیس راه هم دور زدیم. دوباره مسیر زیادی رو رفتیم، رسیدیم به شهر وان، به من گفتش که با اون یاروی که قرار بود بیاد از شهر وان به بعد منو ببره، با اون صحبت کرد. اون گفتش که من نمیتونم بیام الان اینو ببرم، دو روز این باید توی وان بمونه، یک مسئله ای برای من به وجود اومده. بعد اونجا طایفه ای یعنی همه کردها، مثلا طایفه فلان، طایفه بسار، طایفه، گفت یکی از اقوام طایفه نمیدونم چی فوت کرده، این آقا باید دو روز توی وان بمونه و اگر دو روز نمونه من دو روز بمونه من میام اینو برمیدارم میبرم. این مرده زنگ زد به اون دوستش که منو تو خونه خودش نگه داشته بود که اون فارسی بتونه به منو حالی بکنه، چون این که کردی و ترکی بلد بود، من نمیتونستم بفهمم این چی میگه به من. گوشیو داد به اون، اون به من گفتش که ببین نگران نباش، ای الان تو رو میبره توی هتلی که دوست خودشه و اون هتلی تو رو نگه میداره، تو دو روز تو وان میمونی، بعد از اینکه دو روز تو وان موندی اون یارو میاد تو رو بر میداره میره. منم گفتم باشه، گفتم آقا مطمئنی فلانی، مطمئنی من اونجا امنه، جام امنه؟ گفت آره تو نگران هیچی نباش، اونجا جات امنه، بمون. منم گفتم باشه. رفتیم اونجا تو هتل، این یارو منو ورداش برد توی هتل تو وان. اصلا من تا حالا وان نرفته بودم، وان ترکیه رو من تا حالا ندیده بودم. یه هتل، هتل خیلی چیپی هم بود، یعنی یه هتل خیلی چیز بود، همچین کوچیکی بود. ما رو ورداش برد اونجا و اون یارو رزپشنه ترک بود، کرد نبود، فهمیدم ترکای ترکیه مشخصن. گفتش که این مثلا مسافر و فلان و بسار، ما میخواییم اینو ردش کنیم بره و فلان. پولم نگرفتن از من، اون یارو کرده که منو برد تو خونش، هر کسی این کارو بکنه پول میگیره، اون اصلا از من پول نگرفت از من اصلا. یعنی من دیگه واقعا پولی هم نداشتم، پولایی که پلیس بهم داده بود تموم شده بود دیگه، بقیه پولام که دست قاچاقچی بود. بالاخره ما رفتم تو اون هتل، یه اتاق به من داد، یه اتاقی به من داد که ببین اصلا نمیتونستم سرپا بمونم، از بس سقفش کوتاه بود. منی که خودم قد کوتاهم، اون سقف یه تخت داشت، بالاخره بد نبود، دو روز اونجا موندم، اصلا پایین نیومدم. فقط دو بار صبح شد اومدم پایین، رفتم یه چایی خوردم، تو همونجا چایی میدادن، چایی خوردم. زورم یه دونه دونر خریدم، از این ساندویچ های دونر، یه دونه دونر خریدم. دوباره رفتم بالا، فردایی اومدم دوباره پایین، دوباره همین مو یه دونر خوردم. یعنی دو روز فقط دوتا دونر انقدی کوچیک، 6 لیر،
قیمت دونره بود 6 لیر. دو تا دونر خوردم. گفت ببین بهت زنگ میزنیم ما. اون یارو به من گفت. اون برام یه سیم کارت خریده بود ودافون. سیم کارت ودافون، خودم ترکسل داشتم. یه سیم کارت ودافون برام خرید، خودشم بهم زنگ زد. بهم زنگ زد گفتش که ساعت 2:30 بیا پایین. گفتم 2:30 گواره، 2:30 بیا پایین. اون فرد مورد نظر میاد دنبالت. ماشین چی؟ گفتم ماشینش چیه؟ گفت یه ون مشکیه، قدیمیه، ولی اونم فلوکس واگون بود، از این فلوکس واگون های مشکی قدیمی. گفتم باش. 2:30 اومدم پایین، بازم یه حالت عجیبی بهم دست داد، بازم ترسیده بودم. فراز و نشیب ها بعد بچه ها دوستان، فراز و نشیب ها خسته میکنه آدمو، این نوع مهاجرت ها. دوستان خیلی ها هستن اینطوری مهاجرت نمی کنن ها. یه پرانتز اینجا رو داشته باشید. من 2:30 اومدم پایین و قراره که سوار اون ون بشم. اینجا همینجا رو داشته باشید. تا اینجا میخوام یه چیزی پرانتز باز بکنم. خیلی ها مهاجرت می کنن، یه هواپیما می شینن، مقصد پیاده می شن. خیلی ها اینطوری مهاجرت میکنن. مهاجرت همیشه مثل من نیستا، مثل مهاجرت من نیستا. این کسانی که کوچ اجباری میکنن و متاسفانه زیاد هم پول ندارن باید اینطوری بدبختی بکشن. کوچ اجباری اینجوریه، کوچ اجباریه. من نان خون رقص در مورد کسانیه که کوچ اجباری کردن، نه اونایی که هواپیما نشستن زارت پیاده شدن. نمیگم اونا، مهاجرت حق همه کسه، هر کسی میتونه مهاجرت کنه و حق داره مهاجرت بکنه، اما داستان همه مثل داستان من و خیلی های دیگه که از من بدتر هستن نیست. بگذاریم. من سوار اون ون شدم و رفتیم یه شهر دیگه به نام تطوان. تطوان یه شهر دیگه نزدیک وان به نام تطوان. این ماشین لعنتی وایساد، این ماشین لعنتی وایساد، اصلا خاموش شد. هر چی رو استارت زد این روشن نشد، هر چی رو استارت زد این روشن نشد. آقا این روشن نشد که روشن نشد. من زنگ زدم به اون یارو گفتم آقا این ماشین طرف روشن نمیشه. این گفت آقا الان از شهر وان اومده بودیم بیرون، تطوانم رد کرده بودیم، یه جایی بودیم اصلا خیلی بدجور، یعنی یه جایی بودیم ناجور بود اصلا، یعنی اصلا هیچ جایی نبود که ما اونجا بمونیم. منم وضعیت خوبی نداشتم، من باید اصلا امضا میکردم. من 2 روز بود، 2 روز قبل من بایستی اونجا امضا میکردم، من امضا نکردم. باز هم تخلف، باز هم سرپیچی، باز هم بهرو گفتم به اون دوستمون زنگ زدم گفتم آقا این ماشینش خراب شده، داغانه، بره این روشن نمیشه. این ماشینی که من دارم میبینم روشن نمیشه، من حالیمه، من ماشین حالیمه، مکانیکی میفهمم. ماشینی که بخواد روشن نشه من میفهمم این روشن بشه نیست، این ماشین لنده ووره، برای این روشن نمیشه که. این چی بود فرستادی دنبال ما آخه؟ تو همین درگیری ها و تشبش و صحبت و فلان و بسار، یه ماشین پلیس آرام اومد کنار ما وایساد. یه ماشین پلیس، ببین دوستان فکر حال آدم به هم میخوره، یعنی ببین حال آدم به هم میخوره. یه ماشین پلیس دوباره، یعنی من مرگ من از خدا میخواستم. یه ماشین پلیس دوباره اومد کنار من وایساد، کنار ماشین ما وایساد. از این مرد الان من تو ماشین اینجوری وایسادم، ته ون اینجوری چپیدم، نفس نمیکشم، نفس نمیکشم. از این مرد پرسید موضوع چیه، پرابلم؟ گفت این پرابلم داریم، ماشین ما مشکل داره، روشن نمیشه و فلان و بسار. پلیس را افتاد رفت، من دیدم این پلیس رفت. یهو دیدم چراغ استوپش روشن شد، زد رو ترمز. آقا پلیس را افتاد رفت، یهو زد رو ترمز، مثل اینکه موی دماغش رو آتش زدن. دیدم وای چراغ دنده عقبش روشن شد.
یعنی وقتی چراغ دنده عقب این پلیس روشن شد من داشتم میلرزیدم. یعنی ببین داشتم میلرزیدم ها، چراغ دنده عقب این پلیس روشن شد من به خودم لرزیدم. من میدونستم اینا به خاطر مادرم برمیگردن دوباره، دلیلی نداره. سوالو پرسید، قرار بود بره حرکت بکنه، وقتی حرکت کرد دیگه چرا باید وای میستاد؟ دنده عقب گرفت اومد. نگو از این یارو میپرسه تو تنهایی؟ این یارو میگه من تنها. میگه میتونیم تو ماشین تو ببینیم؟ این یارو هم میگه آره بیا تو ماشینمو ببین. میخواست درم، میخواست به این بگه بیا توی ماشینو ببین، یه نیم نگاهی به من کرد. ببین دوستان، به این پلیسه میخواست بگه باشه مشکلی نیست بیا تو ماشینو ببین که اونا شک نکنن، ولی قبل این یه نیم نگاه به من کرد. همین باعث شد، من میدونستم همین باعث میشه پلیس شک بکنه. پلیس دیگه، یارو پلیس شک کرد، اومد در یارو رو باز کرد، در این ونه رو باز کرد، منو دید که من چپیدم تای اون ونه. واقعا گریم گرفته بود دیگه، واقعا گریم، یعنی دیگه واقعا از خودم بیزار شده بودم، دیگه واقعا از همه چی بیزار شده بودم، دیگه واقعا کم آورده بودم. به من گفت گل، گفت این کیه؟ به من گفت این کیه؟ من سریع بدون این که جواب پلیس رو بدم، من سریع موبایلمو در آوردم زنگ زدم به این دوست ما. گفت خونسردی رو حفظ بکن، گفت خونسردی رو حفظ کن، این چیز به من ولی دیگه زنگ نزن، دیگه ولی به من زنگ نزن. حالا من دارم ببین تو همین ونم ها، هنوز تو ونم و اون داره با اون صحبت میکنه، منو داشته باش تای ون، من تای ونم با موبایل دارم با اون کرده که منو دو روز سه روز خونش نگه داشته دارم صحبت میکنم، پلیسه داره با این راننده ترکی صحبت میکنه، در ضمن یه پلیس دیگه اومده به من داره میگه بیا اینجا، بیا اینجا، بیا پیش ما. من تو همین فاصله با اون زنگ زدم، اون به من گفت دیگه به من زنگ نزن، قطع کرد شماره رو، یعنی گوشی رو به من قطع کرد، گوشی رو رو به من قطع کرد. خلاصه من رفتم پایین، رفتم پایین، گفت کجا داری میری؟ گفتم که داشتم میرفتم سمت استانبول. گفت چرا سمت استانبول؟ چرا؟ گفت پاسپورت تو ببینم. گفتم پاسپورت ندارم، کیملیک دارم. گفت خب کیملیک تو ببینم. کیملیکمو بهش نشون دادم، کیملیکمو دید. یه دستگاهی دارن، یه مثل شبیه لپ تبلته ولی تبلت نیست، نمیدونم چیه، اونو در آورد، یه بارکد خانم داره دیگه، کیملیکمو گذاشت روش، مشخصات من تو سیستمش اومد بالا، مشخصات من اومد تو سیستمش بالا. نگاه کرد گفت تو باید یک شنبه ها و چهار شنبه ها در شهر هاکاری یا یوکسکوا باشی و اونجا امضا بکنی، تو اینجا بعد از تتوان تو چی میکنی؟ گفتم داشتم میرفتم استانبول. گفت برای چی داشتی میرفتی استانبول؟ گفتم که من میخواستم برم دکتر، لالالکی بهش گفتم دکتر دکتر دکتر، چون اون اصلا انگلیسی بلد نبود. گفت نه، بیا سوار ماشین ما شو. و باز هم پلیس منو گرفت، و باز هم اونجا پلیس منو گرفت، باز هم رفتم سوار ماشین پلیس شدم. این دفعه منو برد به شهر تتوان، اونجا یک کلانتری پاسگاه پلیس بود، منو برد تو ایستگاه پلیس. با این یارو چیکار کردن دیگه من نمیدونم، منو بردن، منو گرفتن بردن، منو گرفتن بردن. گفتش که تو چه مدرکی از دکتر داری؟ تو میگی من رفتم استانبول دکتر و فلان، چی داری؟ من هر مدرکی که از دکتر داشتم بابت پام و فلان و بسار که منو پلیس برده بود تو اونجا و فلان، همه تو اون بارونه لب مرز ادرنه و یونان خیس شده بود و همه از بین رفته بود، ولی قبلش من چند تا عکس از اونا گرفته بودم، قبلش چند تا عکس از اونا گرفته بودم. من همیشه عادت داشتم از همه چی عکس میگیرم، مثلا الانم عکس میگیرم، مثلا من دارم صحبتم میکنم با تلفن اسکرین ریکورد میکنم، یعنی با واتساپ دارم صحبت میکنم اسکرین، نرم افزار دارم دیگه، مثلا با هر کی دارم تلفنی حرف میزنم صداشو ضبط میکنم،
یا مثلا همه چی رو دارم، یعنی من منبع اطلاعات و آگاهی هستم، همه چی رو دارم. البته اینو نباید میگفتم، اینجا گفتم دیگه. خدمت شما عرض کنم که کار نداریم آقا، گفتن که تو تخلف کردی، تو رو الان میبریم گچ ادارسی وان، تو باید بری گچ ادارسی وان. گچ ادارسی یعنی اداره مهاجرت، گچ ادارسی ترکیه یعنی اداره مهاجرت. چرا؟ کیملیک من مال استان هاکاری بود، منو بردن گچ ادارسی وان، منو تحویل گچ ادارسی وان دادن. گچ ادارسی وان کیملیک منو از من گرفتن، کیملیک منو گچ ادارسی وان از من گرفت، گفت امشبم تو همینجا میمونی. من دیگه روم نمیشد زنگ بزنم به محمد بی، اصلا دیگه روم نمیشد، یعنی حاضر بودم که دیگه واقعا حاضر بودم دیپورت بشم ایران، ولی دیگه به محمد بی زنگ نزنم، چون که واقعا دیگه ته یعنی 50 بار بهش قول داده بودم که آقا سر جام بمونم، بازم فرار کردم. همش فرار میکردن منو میگرفتن، فرار میکردن منو میگرفتن. بابا ترکیه پر از پلیسه، فرار کردن توی ترکیه سخت لعنتی، اونم مخصوصا برای کسانی که کیملیک پناهندگی دارن و تحت نظرن، یعنی 4-5 بار اینا رو گرفتن دیگه. اسم من تابلو بود دیگه، دیگه تابلو شده بودم یه جورای دیگه، اصلا واقعا زایه شده بود. خدمت شما عرض بکنم که گفتن که تو بمون تا فردا. من اونجا موندم تا فردا، شب شد تو اون اداره، توی یه اتاقی من انداختن، درم کلید کردن، کیملیک منو گرفتن، موبایلمو ولی نگرفتن ها، کیملیک منو گرفتن، منو انداختن توی اتاق گچ ادارسی وان، توی اتاق یه سری یه درخت آویز بود، یه صندلی بود، یه میز چوبی کهنه، یه سری کاغذ ماغذ که توی از این کلاسورا بود که توی گنجه بود، یعنی توی کمد بود. من تو اون اداره بودم. صبح شد اومدن به شما میگم صبح شد، من نخوابیدم رو اون صندلی ها، من شب تا صبح فقط فکر کردم، همینجوری به این راحتی صبح نشد. من رو اون صندلی نشستم، اول اینکه اصلا شام نداشتم بخورم، غذا نداشتم بخورم، این که میگم من غذا نداشتم بخورم، چون که من اصلا حال و حوصله گشنگی رو ندارم، ولی هرچی گشنگی بود من توی این مهاجرت کشیدم. یعنی ببین، من به من اجازه ندادن حتی من برم مثلا یه دونر برای خودم بخرم، ساندویچ دونر. من اونجا موندم آقا، صبح شد اینا اومدن درو باز کردن، و و خدمت شما عرض کنم که دوستان، من 50 ثانیه دیگه لایوم تموم میشه، 50 ثانیه مونده. ببینید تا اینجا بس نگه دارید، من در اداره گوچه یعنی گوچ ادارسی وان بازداشت شدم، یک شب بازداشت شدم و صبح شد اونا اومدن درو باز کردن. قراره که کیملیکمو گرفتن، قراره که با گچ ادارسی شهر هاکاری هماهنگی بکنم، ببینن چه بلایی قرار سر من بیاد، خودم هم نمیدونم. اینجا دوستان تا اینجا نگه دارید و خدمت شما عرض کنم که قسمت 6 هم برای شما گفتم، چون 50 آره نه ببخشید آره دیگه الان دیگه لایوم تموم میشه، الان لایوم بسته میشه و دم شما گرم که تا الان با من بوندین، مرسی، خیلی ممنون. قسمت 6 من قسمت 6 نان خون رس رو در کانال یوتیوبی خودم ذخیره میکنم و شما اونجا میتونید قسمت 6 رو ببینید. قسمت 7ش خیلی جذابه، قسمت 7ش خیلی جذابه و پر از حادثه است. مرسی که ما رو دنبال میکنید. من مطمئنم نانخون رقص وقتی آماده شد، مستندش وقتی که میخواد پخش بشه، حتما دیدنی خواهد بود و شما حتما خواهد. مستند نانخون رقص دوستان فقط مربوط به من نیست، مال کلی پناهجویه که من باشون حرف زدم، مصاحبه کردم. دم شما گرم،
خیلی ممنونم، امیدوارم که حال دلتون شاد باشه. مرسی که با من بودید تا این لحظه از شبتون رو.